دوستای از مهربون هر جا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید فرهاد متقی هستم خبرنگار مستقل آزاد که بازم با اخبار 24 ساعته گذشته در خدمت شما جدی جدی داره جنگ جهانی سوم شروع میشه نمیدونم واقعا مسیر سرنوشت همسن ساله خودم چرا اینقدر داغونه کسایی که اصلا رنگ آرامش رو ندیدن زمان شانشا فقید ندیدن از وقتی بزرگ شدن تو شورش 57 و هفت و بعدم بگیر رو ببند و بکش و دهه شست و جنگ و نمیدونم آجیر خطر بود و برو تو پناهگاه و این اتفاقا بعدم که خوردیم سرکوب و کشتار رو غیره الان که داریم این وارد جنگ سوم بشیم امیدوارم که از زودتر بلایا بگذره ما هم نفس راحتی بکشیم اما قبل از که اخبار امروز شروع کنم که اخبار بسیار ویژه‌ای هم هست ازتون از خواهش میکنم اگه تا در کانال سابسکرایب نکردید لطفا سابسکرایب کنید لطف کنید ویدیو رو هم لایک بزنید تا در فضای مجازی به فارسی زبانه بیشتری پیشنهاد داده بشه بریم سراغ اخبار از بی خطر شروع کنیم جمهوری اسلامی از خواست حزب سپاه از فهرست تروریستی صرف نظر کرد آقا میخوایم تروریستی نگرش دارید بذارید با شما کاری نداریم به ما مایه برسونید چند وقت بچه ها خون نخوردن احسابشون داره یه جوری قاطی میشه منابع آگاه از این مذاکرات میگن که جمهوری اسلامی در حال حاضر موافقت کرده تا از مطالبه حذف سپاه از فهرست سازمان های تروریستی آمریکا صرف نظر کنه اما همچنان خواستار تضمین های مبنی بر اینکه واشنگتن مجددا از توافق هسته‌ای خارج نشه و تحریم ها دوباره اعمال نشه یعنی دنبال زیر بغل مار میگشت پیدا نکرد الان دنبال قاتل بروسلی میگرده هر آن چیزی که وجود خارجی نداره جمهوری اسلامی همونو میخواد سپاه پاسداران به دلیل پشتیبانی نظامی از دولت سوریه شورشیان حسی یمن حزب الله لبنان همه این گروه های تروریستی بچه ها هشت و شبی و غیره و غیره در فرست گروه های تروریستی ایالات متحده قرار داره این موضوع که از مواد اساسی اختلاف بین تهران و واشنگتن برای رسیدن توافق بوده منابع آقا همچنین به وال استریت جورنال گفتن که جمهوری اسلامی ممتر از همه خواستار اونه که تحقیقات آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی تموم بشه همون گندایی که قبلا زده بوده در حالی که آمریکا و کشور اروپایی بارها این درخواست رو رد کرد گفتن آقا باید بیای بگی برای چی کجا چرا سایت مخفیانه داشتی چرا داشتی غنی سازی اونم با این درصد در از کجا آوردی جو بایدن شل چینی در سفر میانه خود که سپاه را از فهرست گروه های تروریستی خارج گفت که سپاه خارج نمیکنه حتی اگر مذاکرات برجام شکست بخوره میگم بایدن گفت شما خودتون متوجه باشید دیگه تو گوشش یا تو تلپرامترش اینجوری نوشتن رابرت مالی مشهور به رابرت ماس مالی نماینده ویژه دولت آمریکا در امور جمهوری اسلامی هم در اواخر فروردین ماه گذشته طی سخنانی در کنفرانس بین‌المللی فوروم در دوحه پایتخت قطر صراحتن تاکید کرد که ایالات متحده حتی اگر با ایران توافق اتمی امضا کنه تحریم علیه سپاه رو بر نخواهد داشت حالا این وسط خبرگزاری ایرنا اومده گفته جمهوری اسلامی همچنان خواست حذف نام سپاه از فهرست سازمان های تروریستیه این ما چی میگه؟ میگه خب خبرگزاری ایرنا خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامیه وقتی این میگه که همچنان خواست حذف سپاه از فهرسته یعنی که نه پاستار سپاه نیست یا اینه یا اینکه یه تیکه از قدرت که سپاهه داره شاخشونه میکشه که نکنه بیما برینو کسی بره مسافرت بیما اینشالا تو را چپ کنه یعنی میخواد بگه نه اینجوری هم نیست دو حالت داره یا داره دروغ میگه یا اینکه حرف سپاهو داره میزنه که یعنی سپاه یه پاشو گذاشته میگه آیا یعنی شما از تحریم دربی ما نیایم این منبع آگاه و خبرگزاری ایرنا گفته جمهوری اسلامی درخواست حذف سپاز لیست تروریسم کنار نذاشت و ادعاهای رسانه‌ای در رابطه فاقد اعتبار راست هم خدای خدا شما مقایسه کن اعتبار وال استریت جورنال با اعتبار ایرنا شما با شرف کدوم باور میکنی منابع آگاه همچنین میگن که جمهوری اسلامی خواستار اون شده تا تحقیقات آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره فعالیت هسته جمهوری از جمله آثار اورانیوم کشف شده با منشأ انسانی در سه سایت اعلام نشده متوقف بشه این در حالی که محمد مرندی پسر پزشک مخصوص حاکم بزرگ پسر پزشک خامنه ای و مشاور تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی در وین 27 تیر ادعا کرد که اولا خروج نام سپاه از فهرست سازمان تروریستی هیچ موقع پیش شرط نبوده و اصلا این حرفا که زنمش شر و اصلی از دیگرم علی مطهری نایب رئیس قبلی مجلس اواخر خرداد در نامه خطاب به رئیس دولت سیزدهم در واقع از علی خامنه ای خواست برای دستیابی به توافق برجام از شرط خروج سپاه سازمان تروریستی چشم پوشی کنه اما حسینشون حسین امیر عبداللهیان اوایل فروردین 1401 ادعا کرد مقامات ارشد سپاه به اون گفتن که موضوع سپاه نباید مانعی بر سر توافق باشد این اظهارات او با واکنش های نسبتا زیادی همراه شد از جمله حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان تهران بعد از اینکه کام حبس قوی گرفت بدون اینکه دودو بده بیرون گفت حرفهای او را بسیار عجیب و غیر منتظره خواند و پرسید کدام فرمانده سپاه چنین حرفی زده و چگونه میتوان امنیت کشور به آمریکای جنایتکار تاخت زد یک ماه بعد احمد خاتمی زیباروی نظام امام جمعه تهران ادای عبداللهیان عراجیف نامیده و گفت قطعا سپاه پادلزیست تحریم خارج بشه و تاکید کرد اگه کسی هم با آمریکا و اسرائیل بگی نباید سپاه از لیست لیست تحریم خارج بشه این سخنان ضد ملی و همسویی با اجانبه این قصه آزادی بیان نیست مسئولان محترم با این عراجیف برخورد کنن حالا داشت به خود مسئوله میگفت که با این عراجیف برخورد کن میگن رفت بعد از اون حسین امیر عبدالله جلو آینه روزی سه بار با دمپای ابری خیس میزنه تو دهن خودشون خودش مسئوله که این حرف رو زده و خودش هم باید به خودش برخورد کنه جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی در همین ارتباط گفته بود ایده از مسئولان هنوز به این باور نرسیدن که تعامل و مذاکرات با غرب پوچ و بی اساسه و هیچ سودی هم جز ضرر نداره اما این وسط آمریکا یه جمله گفته خیلی قشنگه گفته هم ایران رو به میز مذاکره برگردوندیم هم تحریم هامون علیه ایران تشدید کردیم یعنی گفته آقا شما ای میگفتید آقا این کار کنید یارو میره و غر میکنه و نمیاد هم برش کردونیم به میز مذاکره هم نسبت سری قبلی خب خیلی تحریم جدیدی هم روی جمهوری اسلامی سوار کردن دیگه مقام ارشد آمریکا که نخواست نامش فاش بشه باز این مطلب اضافه کرده که ایالات متحده ای آمریکا منتظر نشست تا ببینه آیا با ایران توافق میرسه یا نه بلکه دست عمل زد صرف نظر از اینکه آمریکا با جمهوری اسلامی بر سر برجام توافق برسه یا نه واشنگتن مصممه که در همکاری با اسرائیل با فعالیت‌های بی‌ثبات کننده حکومت جمهوری اسلامی در منطقه مقابله کنه و همچنین گفته که به نظر همه مسئولان امنیت ملی آمریکا و جامعه اطلاعاتی و همچنین کارشناسان این کشور مزیت‌های بازگشت ایران به برجام اونقدر هست که مجازاتهای بین‌المللی علیه این کشور تعدیل بشه. اما دور دیگری از مذاکرات اتمی گویا قراره با فشار اروپا دعای آسیا نظر و نیاز خاور میانه چشمک و اشاره روسیه و با غیر و چین با کمترین انتظارات در وین ادامه پیدا کنه آقای رابرت مالی چهارشنبه شب در این باره گفت آمریکا از تلاش های اروپا استقبال میکنه برای تلاش با هدف رسیدن به توافق آماده است به زودی مشخص میشه که آیا جمهوری اسلامی هم برای این موضوع آماده است یا نه آژانس گفته جمهوری اسلامی عملیات نصب آبشار سانتیفیژ جدید رو به پایان رسونده مقامات جمهوری اسلامی قبلا اعلام کرده بودند تهران در واکنش به تحریم های جدید آمریکا عملیات گازدهی به صدها سانتریفیوژ نسل جدید آغاز کرده اقدامات تنشزای هسته‌ای جمهوری اسلامی در حالی صورت میگیره که کشورهای موسوم به چهار بلاوه یک و آمریکا و ایران برای آغاز دور جدیدی از مذاکرات در وین آماده میشن علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد ایران در مذاکرات هسته وین در همین زمینه ضمن زمین که اول زیپش پشو باز نباشه اعلام کرد که برای آغاز دور جدیدی از این گفتگو وارد پایتخت اتریش شده مدعی شد که برای رسیدن به توافق نهایی توپ در زمین واشنگتن و آمریکا باید از خود پختگی نشون بده به گفته مقامات غربی اگر توسعه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به مرحله‌ای برسه که مفاد برجام دیگه نتونه نتیجه کاربردی داشته باشه آمریکا از ادامه مذاکرات صرف نظر میکنه دستیابی به تکنولوژی ساخت بمب هسته‌ای توسط جمهوری اسلامی یکی از مهمترین نگرانی‌های کشورهای غربی و کشورهای منطقه است. به رغم تداوم تلاش‌های اروپا و آمریکا برای ترغیب تهران به قبول توافق هسته‌ای، تهدیدهای مقامات جمهوری اسلامی و رسانه‌های وابسته به نهادهای نظامی و امنیتی در این کشور مبنی بر توانایی ساخت بمب اتم به شکل فزاینده‌ای بالا گرفته. این وسطا یه خبر جالب هم آمد فعالیت شخصی به نام سعید برجی در تولید چاشنی‌های انفجاری مرتبط با بمب اتمی رو شد شرکت پوششی افروز سعید زیر مجموعه سپند و در پروژه آماد زیر نظر محسن فخریزاده مقام ارشد سپاه که کشته شد کار میکرده برجی همچنین قبلا در پارچین با دانشمندان اتمی روستبار به نام ویچسلاو دانیلکو و ولادیمیر پدالکو روی آزمایشات انفجاری شدیدی کار میکرده و همچنین محفظه انفجاری مرتبط با سلاح هسته‌ای او در سال 2011 میلادی برای یک پروژه در یکی از زیر مجموعه های سپند به نام متفاز مرکز تحقیقات و توسعه فناوری انفجار و ضربه در سایتی به نام احمد آباد کار میکرده که از نشون میده همون سایت سایت احمد آباد، همون سایت آباد است آمریکا سال 98 سعید برجی رو تحریم کرد و مقام های این کشور فعالیت های سپند رو در جهت دستیابی به بمب اتم ذکر کردند. در همین حال وزارت خزانه آمریکا فاش کرده بود که برخی کارشناس مواد منفجره و فلزات گروه شهید کریمی کریمی سپند است که به تلاشهای این گروه برای تهیه تهیه تجهیزات مورد استفاده برای مهار انفجار کمک کرده از پروژه آماد به عنوان پروژه جمهوری اسلامی برای ساخت بمب اتمی نام برده میشه ناتانیاهو گفت ما الان میتونیم ثابت کنیم که پروژه اماد همون که کلیپشو دیدید یا آماد یک برنامه فراگیر برای طراحی ساخت و آزمایش سلاحهای هسته ای بوده و جمهوری اسلامی مواد مربوط به این پروژه رو به صورت مخفی نگهداری میکنه تا در زمانی که خودش انتخاب میکنه به توسعه سلاحهای اتمی بپردازه در همین حال هفته گذشته کانال بیسیمچی مدیا از کانال نزدیک به سازمان اطلاعات سپاه اعلام کرده بود که در تاسیسات اتمی فوردو پروژه فوق سری برای ساخت اولین کلاهک اتمی دنبال میشه و در صورت حمله احتمالی به تاسیسات نتنز این پروژه اجرا خواهد شد این وسط جمهوری اسلامی دستش تقریبا سمت همه هست خیلی دوست داره که با همه ارتباطات رو بتونه حفظ کنه یعنی علیرغم رغم اینکه میدونه آقا ترکیه داره با اسرائیل لاو میدن لاو میتره اسرائیل قرار شده میلیاردها دلار اونجا بره سرمایه کنه میدونه که آقا عربستان با داره ناتو عربی رو شرکت میکنه بغل بایدن میشینه ولی با این حال سعی میکنه بگه آقا من میخوام با عربستان ارتباط برقرار کنم و میخواد ارتباط برقرار کنه چون مثلا عربستان عراق رو نمیتونن دور بندازن دیگه مکه کربلا دو تا چیزی که ازشون بگیری اینجوری دستپاشون میلرزه الرغم رقم تمام تلاشایی که دارم میکنن با عربستان سعودی بتونن دوباره رابطه برقرار کنه و اونم داره کژژ میده سعودی از تلاشا برای ممانعت از دستیابی جمهوری اسلامی به صلاح هسته ابراز حمایت کرده عبدالعزیز الواصل نماینده دائمی سعودی در سازمان ملل از ناکامی راستی آژانس درباره مقاصد برنامه هسته جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرد. الواسط چهارشنبه 12 مرداد در مقر سازمان ملل در نیویورک با بیان اینکه عدم شفافیت جمهوری اسلامی در تعامل با آژانس نقض منشور سازمان ملل سخنرانی قرای کرد الواصل تای سخنان خود در کنفرانس عدم اشاره تسلیحات تسلیح هسته تسلیح که در مقر سازمان ملل برگزار شد تصریح کرد که سعودی از همه تلاش ها برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته حمایت میکنه او با اشاره به اینکه عملکردهای جمهوری اسلامی خطر اشاعه سلاح هسته‌ای رو تشدید میکنه اضافه کرد همچنین عدم پیوستن اسرائیل به معاهده انپیتی نیز خطر اشاعه هسته‌ای رو افزایش میده الواصل با تاکید بر ضرورت مقابله با اشاعه تسلیحات اتمی در خاورمیانه یعنی خاطر نشان کرد که خطر گسترش تسلیحات هسته‌ای صلح و امنیت رو در خاورمیانه و جهان تهدید میکنه نماینده دائمی سعودی در سازمان ملل همچنین بر حمایت ریاض از گسترش معاهده منع اشاعه تسلیحات هسته‌ای تاکید کرد امارات هم همینجور بند خدا هم از دست جمهوری اسلامی شب و روز خواب ندارن هر چند وقتی یه انفجاری اونجا یه پهبادی میفرسته باعث میشه که تن همه مردم امارات بلرزه که هیچ تا این مدت هم جرئت نمیکنن توریستا بخون اونوری بیان امارات گفته همکاری کامل جمهوری اسلامی با آژانس برای رفع نگرانی ها ضروریه الکبی نگرانی کشورش از عدم پیشرفت در رسیدگی به مسائل باقی مانده در خصوص پایبندی تهران به توافق پادمانی و توسعه روزافسون برنامه هسته تهران رو ابراز کرد نماینده اماراتی نگرانی کشورش را از عدم پیشرفت در رسیدگی به مسائل باقی مانده در خصوص پایبندی تهران به توافق پادمانی و توسعه روزافزون برنامه هستی این کشور ابراز کرد اما یه بره دیگه دنیا داریم میرسیم به یه زمانی که امیدوارم شوخه نرسیم اونم حمله روسیه به سمت سوئد و فنلاند بازم من یه نکته رو دلم نمیاد نگم من میگم شما فکر کنید جوابش بر من تو کامنت بنویسید یه کشوری مرز بسیار پهناوری با روسیه داره به نام فنلاند مرزش با روسیه چهار برابر مرز اوکراین با روسیه است فنلاند رابطهش تا قبل از حمله روسیه به اوکراین خوب بود اولیش هم سعی میکرد وسط بازی کنه بعدا دیگه گفت آقا بریم ناتو و ممکنه بعدش بیاد ما بگیره و این داستانا هنوزم رابطهشون با هم بد نیست یعنی از اول ماه جون مرز رو باز کردن توریستای روسی بتونن بیانو برن یا فنلاندیو بتونن بیانو برن حالا فنلاند اومده یه شهر زیرزمینی در هلسینکی ساخته که فیلماشو نشون دادن یه چیز اصلا وحشتناک عظیم یه چیز اولش 700 هزار نفر آدم اونجا جا میشن اگر حمله شیمیایی شه میشه 700 هزار نفر آدم مجسم کنید هفت برابر استادیوم آزادی زیر زمین میتونن جاشن ساخته یه همچین چیزی یکی دو ساله که نیستش که حداقل باید ده 15 سال 20 سال زمان برای یه همچین سازه عظیمی رو بسازن 20 سال پیش چرا فنلاند فکر میکرده که ممکنه بهش حمله اتمی بشه و این همه هزینه کنه بره زیر زمین یه شهر زیرزمینی بسازه برای هلسینکی 700 زان نفر گنجایش داره اون شهر زیرزمینی در ساعتی که هلسینکی 550 زان نفر گنجایش داره ز... ببخشید جمعیت داره یعنی بالاخره اون دستایی که دارن جنگ و صلح رو در دنیا هدایت میکنن از قبل یه سری برنامه ریزی رو صورت بلند مدت دارن انجام میدن حداقل من اینجوری فکر میکنم اگر دلیل دیگه ای داره شما در کامنت بنویسید چرا ممکنه یه کشوری مثل فنلاند که همیشه سر طلب بوده وارد جنگی نشده مثلا 20 سال پیش تصمیم بگیره بیاد شهر زیر زمین تو السینکی بسازه که اگر حمله شیمیایی یا حمله اتمی شد مردم بتونن برن زیر پناه بگیرن داریم به همون لحظات نزدیک میشیم فنلاند پشت در ناتو منتظر ایستاده و سوئد در یک قدمی قرار داره ارزیابی امنیتی پارلمان سوئد بر مزیت‌های عضویت در ناتو تاکید داره و اگر دولت سوسیال دموکرات در مهر تایید بزنه این کشور میتونه روز دوشنبه 16 می تقاضای رسمی خودش رو به دبیرخانه پیمان آتلانتیک شمالی ارسال کنه در فنلاند این محله پشت سر گذاشته شد و مسئولان ارشد اون تصمیم خود برای عضویت در ناتو رو گرفتن سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگه اگر این دو کشور متقاضی عضویت عضو بشن در ناتو واشنگتن از پذیرش اونها حمایت میکنه روز شنبه 14 می در خاتمه اجلاس وزیران خارجه هفت کشور صنعتی در شمال آلمان دیپلمات‌های ارشد کشورهای عضو ناتو و سوئد و فنلاند دیداری داشتن و در نهایت این نامه داده شد در حال حاضر سی کشور عضو پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو باید همشون با هم موافقت بکنن که این دو عضو بتونن اضافه بشن رئیس جمهور ترکیه یادتونه که ما سنگ انداخت و گفتش آقا سوئد و فنلاند رو من نظرم منفی اونا نباید بیان نگاه مثبتی به تقاضاشون ندارم گیرش هم بود میگه آقا بین های بین ترکیه و یونان بر سر منابع گاز در شرق مدیترانه بحثش بود و اینکه میگفتش آقا این دو تا کشور شدن مهمانسرای سرای گروه های تروریستی حالا چه گروهی و اردوغان تروریستی میدونه هر گروهی که ضدش باشه مثل جمهوری اسلامی دیگه گو آقا این من با یونان در ناتو مشکل دارم به کنار ولی اینکه پکک و غیره در سوئد رفتن اونجا پناهنده شدن من با اون داستان دارم و نه ترکیه از حالا قبل از کشورهای اسکاندیناوی بخصوص به خصوص به خاطر پناه دادن به اعضای پکیکی و هواداران فتولاه گولن که متهم به تلاش برای کودتا در این کشور بوده عکس فتولاه گولن رو کجا گذاشتم خدایا خلاصه گفتاد من با اون داستان مشکل دارم و سر همین اینجاست ببخشید و اینا رو خلاصه بازی نمیدم دیگه داستانش اینجوری بود اما به گزارش تاگس شو وبسایت کانال که تلویزیون آلمان پکا هاویستو وزیر خارجه فنلان در واکنش به اتهامهای اردوغان گفته در چنین شرایطی به کمی صبر نیازه و باید گام به گام پیش رفت او با بیان که با همتای ترک خود مولود چاوش شغلو مذاکرات خوبی داشته اضافه کرد ترکیه در این گفتگاه نگرش مثبتی نسبت به فنلاند ابراز کرده و باید دید این پروسه چطور جلو رو و چگونه انجام میشه ولی احتمال داره که وزیران خارجه ترکیه و فنلاند با هم یه دیداری هم در این زمینه ها داشته باشن تا از نزدیک صحبت کنند وزیر خارجه فنلاند احتمال داده در حاشیه دیدار و وزیران خارجه کشور عضو ناتو در برلین با و اوغلو دیدار کنه وزیر خارجه ترکیه میانه یه هفته آینده به آمریکا که از عضویت سوئد و فنلاند در ناتو پشتیبانی کرده قرار سفر کنه با آغاز حمله روسیه به اوکراین در 24 فوریه نگرانی برخی از همسایه های همسایه ها و کشورهای نزدیک به این کشور در مورد حمله های احتمالی نیروهای روسی افزایش پیدا کرده خب روسیه میدونید که به عنوان پهناورترین کشور جهان با 14 تا کشور آسیایی و اروپایی مرز زمینی مشترک داره و با بسیاری دیگر از کشورها از جمعه در کناره دریای بالتیک، دریای ژاپن و دریای سیاه مرز آبی داره. سوئد در قلب دریای بالتیک واقع شده و تقریبا تمام شرق فنلاند هم مرز روسی است فنلاند در تاریخ خود خاطرات ترخی از تعرض و تجاوزهای نیروهای روسی داره برخی ناظران با توجه به مخالفت روسیه به عضویت سوئد و فنلاند در ناتو احتمال میدن کشور دست به اقدامات تحریک آمیز بزنه رئیس کمیسیون سیاست خارجی پارلمان فدرال آلمان یا بوندستاگ خواستار اعطای تضمین امنیتی به دو کشور تا خاتمه فرایند عضویات آنها در ناتو حالا دو سه تا موردی که لازم میدونم بگم در مورد این اتفاق با سوئد اول بهتون توضیح بدم با سوئد اردوغان اومد گفت باید هر کدوم از پکی که اونجا هست به ما تحویل بدی تا ما رضایت بدیم اومدن گفتن آقا هر چی نیروی کرد پکی کس ما میدیم به شما یه لیست 37 نفری هم اردوغان داد رسانه ترکیه هم بشکن و بالا بنداز که آقا اینا قرار بگیریم بعد در خاتمه اون اجلاس سوئد گفت اونایی که ملیت سوئدی ندارن رو ما در دادگاه محاکمه میکنیم اگر حکم گرفت میدیم به شما یعنی اونا که مثلا قبلا رفتن اونجا الان تب... 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 تبعیت سویدو گرفتن اونا رو هم اول گذاشت کنار بقیه هم گفت بعد در یه دادگاهی ثابت بشه تروریستن بعد ما تحویل شما میدیم و اینکه تا روزی که برن داخل ناتو حمایت بشه الان آلمان گفته که ناتو باید این تضمین رو بده ولی یه... بوریس جانسون خیلی شجاعانه تضمین از طرف انگلستان داد حالا نمیدونم خودش نیست تضمین انجام بشه یا نه اولین کسی بود که این دو کشور گفت تا روزی که عضو ناتو بشید اگر روسیه شما حمله کنه ما مستقیم به روسیه حمله میکنیم اما اطلاف دولت قانون فراکسیون های سیاسی عراق با برگزاری انتخابات مجدد موافقت نمی کنند وضعیت عراق داره به سمت خوبی میره امیدوارم که عراق رو بتونن از دست جمهوری اسلامی آزاد کنن تا مردمش بتونن یه نفسی بکشن امیدوارم اصلا مرز عراق و ایران دیوار بکشن تا این گله گوسفند آب ببشید گله آدمایی که بلند میشن میرن اونوری که برن زیارت کنن اون خرجی که میتونن خرج بچه یتیم بکنن خرج چهار تا خانواده کنن یارو نره کلیهشو بفروشه که نون شب بگیره گورخوابی نکنه پشت بون خوابی نکنه و غیره میبرن اونجا خرج چرت و پرت میکنن و برمیگردن درش پستش اینا یه مدت نرن یکی از اعضای اطلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی پنجشنبه 13 مرداد گفت که های سیاسی کرد و سنی و چارچوب همانگیشی شیعیان به دعوت مختدا صدر رهبر جنبش صدری برای اعلام انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات پارلمانی مجدد موافقت نخواهند کرد. مقتدا صد سفت وایساده میخواد یه کار کنه تا زمانی که لابی جمهوری اسلامی اونجا هست انتخابات برگزار نشه چون مشخص انتخابات برگزار بشه خب دوباره همونی که میخوان از تو صندوق در میارن دیگه. اینجا هیچ کی نرف رای بده 42 درصد حساب کردن. فاضل مواد از اعضای این اطلاف در بیانیه که شامگاه چهارشنبه از دفتر این اطلاف منتشر شده گفت نوعی سردرگمی و بیثباتی در تعیین اهداف در خواستهای جنبش صدری ها وجود دارد اینو نگه چی بگه فکر میکنم تمام مردم آزاده ای عراق شعارشون یه چیز دیگه آقا ایران بر, را بر را ایران بره, بره بیرون ایران که منظور رژیم حاکم بر ایرانه که جمهوری اسلامی میگه بره بیرون دیگه او گفت که موضوع انتخاب مجدد در شرایط کنونی آسان نیست همچنین جناهای سیاسی مانند کردها و اهل سنت و چارچوب امانگ شیعیان که به قول خود بزرگترین فراکسیون را نمایندگی میکند درخواست صدریار قبول نمیکنه مقتدا صدر چهارشنبه دوازده مرداد به انحلال پارلمان عراق و برگزاری انتخابات زودهنگام در این کشور فراخان داد صدر گفت هنوز تصمیم شرکت یا عدم شرکت در انتخابات را نگرفته او همزمان با تلاشها برای انجام گفتگوهای ملی در عراق طی سخنانی گفت مادامی که مردم پیام خود را در انتخابات اخیر بیان کردند انجام چنین گفتگوهای بیفایده است و اما بریم سمت اتحادیه اروپا دارن یواش یواش واکنش های نشون میدن کشته شدن این از زواهری در کابل میگن تردیدها درباره تعهدات طالبان رو تشدید میکنه یه مش آدم ببخشید احمق هستن که حقیقت رو میبینن ولی میگن که امیدواریم یه روز این حقیقت رو نبینیم یادتون اوایلش که طالبان به افغانستان حمله کرده بودن چند وقت پیش که بایدن همه وسایل رو گذاشت اونجا فرار کرد رفت اینا صبح تا شب رو کل فضای مجازی کلیپ هایی بود که اینا زن و بچه مردم رو میکشتن با هلیکوپتر داشتن آدم دار میزدن همه این کشت و کشتار شد صبح تا شب هر کدومتون پنجات از این فیلم اومده باشه اروپا و آمریکا میگفتن که داریم نگران میشیم که نکنه طالبان عوض نشده باشه زیبا نیست الان هم میگن که در مورد تعهدات طالبان رهبر القاعده رو در فضای باز رو تراس داشته سیگار میکشته تو محله بالا شهر کابل اونجا مچیار رو گرفتن تازه اینا میگن که داریم شک میکنیم که تعهداتش انجام نده کشته شدن رهبر شبکه القاعده در کابل واکنش های گسترده داخلی و بین المللی رو در پی داشت و تردیدها را نسبت به تعهدات طالبان مبنی بر قطع روابط با گروه های تروریستی افزایش داده چی بگم؟ آقای توماس نیکلسون نماینده اتحادیه اروپا در امور افغانستان دوازده مرداد در واکنش به کشته شدن ایمن از زواهری در رشته توییتی نوشت کشته شدن رهبر تردیدهای قبلی نسبت به تعهدات طالبان مبنی بر قطع روابط با گروه های تروریستی رو تقویت میکنه طالبان هفته گذشته در نشست تاشکند تلاش کردند تا کشورها و سازمان حامی شهروندان رو متقاعد کنند که این گروه بر تمام کشور کنترل کامل داره و بار دیگر تعهد خود مبنی بر تبدیل نشدن افغانستان به مخفیگاه امن ها رو اعلام کردند الان آقای نیکلسون به زیر سال بردن طالبان این پرسش رو مطرح کرده آیا طالبان از اقدام علیه رهبر القاعده قافل و یا ناتوان بوده که همچین اتفاقی نبوده دیگه برای اینکه اومدن اعلام کردن آقا چرا اومدی تو کشور ما زدی یا رو گم مرسی که زدی ممکنه اصلا همینجا حرکت بزنه برخی کارشناسان سیاسی طالبان رو به ارتباط داشتن با گروه تروریستی از جمله شبکه القاعده متهم کردن و گفتن این گروه همچنان از القاعده پشتیبانی میکنه فک و فامیلن دیگه همزمان جبهه مقاومت ملی در یک خبرنامه اعلام کرد زندگی رهبر القاعده در امترین نقطه پایتخت نشون میده که کشور بار دیگه به مرکز تجمع گروه های افراطی و لانه امنی برای تروریست ها مبدل شده بر اساس این بیانیه حضور گروه های تروریستی در افغانستان تهدیدی علیه کشورهای منطقه و جهانه اما سازمان عفو بین الملل گفته چهار معترض ایرانی در ماه گذشته توسط نیروهای امنیتی کشته شدن نمیدونم چرا بقیهشون رو ندیده امنستی با انتشار گزارشی تحت عنوان علنا دارن شلیک میکنن خبر داد که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در اعتراضات ماه گذشته در ایران دست کم چهار نفر رو کشتن این گزارش که دوازده آمرداد منتشر شده به بررسی رفتارهای نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با مردم این کشور در اعتراضات اردی به هشت سال جاری در استان خوزستان و چهار بختیاری پرداخت همچنین واکنش نیروهای سرکوبگر به معترضان آبادانی در خورداد این سال رو بررسی کرده بر اساس این گزارش کارزار سرکوب و خشونت حکومت چهار کشته و تعداد بیشماری زخمی بر جای گذاشته اما دیروز پریروز در مورد خبر فیلمش هم نشون دادم که میگن آقا رئیسی میخواد بره نیویورک تو بچگیش هم خوابشو نمیدید که بتونه از قوم و جمکران اون ورتن نهایتا مشهد که دیگه خونش بود بیا تا قوم و برگرده حالا قرار رئیس جمهور شیش کلاسه بره نیویورک هم چیزی روشون میشه اینو بفرستن میره اونجا عراجی فیگه آورو خودتون میره ولی جالبش اینه که هفت سناتور به بایدن نامه نوشتن گفتن داداش به این ویزا ندین این سناتور رو در نامه خود تصریح کرده از اونجایی که ابراهیم رئیسی در کشتار دست جمعی زندانیان سیاسی سال 67 دست داشته و حکومت جمهوری اسلامی نیز کارزاری برای ترور مقامات آمریکایی در داخل آمریکا را انداخته اجازه ورود رئیسی و همدستاش به ایالات متحده تهدید غیرقابل توجیه برای امنیت ملی خواهد بود این نامه رو سناتورها مارک روبیو، تام کاتن، تد کروز، مارشا بلکبرن، ریک اسکات، جونی ارنست و چاک گریسلی امضا کردن نویسندگان این نامه تاکید کردند اگر گزارش اخیر درست باشه رئیسی قصد حضور در نشست مجمع عمومی داره و کاخ سفید باید درخواست صدور ویزای رئیسی و دیگر مقامات جمهوری اسلامی رو رد کنه این سناتورهای جمهوری خواه اضافه کردن در حالی که ابراهیم رئیسی به سرکوب در داخل کشور ادامه میده مامورای سپاه سازمانی که در فرست گروه تروریستی قرار داره در حال توطعه برای ترور مقامات فعلی و سابق ایالات متحده در خاک آمریکاست. در این نامه به گزارش واشنگتن اگزمینر اشاره شده که در آن وزارت دادگستری به شواهدی از اقدامات نیروی قدس سپاه برای ترور جان بولتون مشاور سابق امنیت ملی ایالات متحده و همچنین مایک پامپو وزیر سابق امور خارجه کنت مکنزی فرمانده سابق ستاد نیروهای مرکزی آمریکا سنتکام و دیگر مقامات ارشد ایالات متحده اشاره کرده بعید میدونم که رئیسی پاش برسه به اونجا واقعا بعید میدونم ولی امیدوارم اگر رسید ایرانیان وطن پرسته، آمریکا فرقی نداره چند ساعت تا نیویورک را دارید ولی فکر کنید یه شیشه ژانویه از شیشه ژانویه ایرانی از همه جای آمریکا حرکت کردن اومده بودن من با خیلیشون در ارتباط بودم اومده بودن برای کنگره که از ترامپ حمایت کنند یک جای دیگه وجود داره که به حمایت شما احتیاج دارون اگر پای این آخوند شیش کلاس رسید به نیویورک یه بلایی سرش بیارید که درس عبرت بشه دیگه تا عمر داره کسی پاشو نذاره نیویورک اما جزء درگیری های جدید که باز از رادار من هم مخفی مونده بود درگیری جدید بین آذربایجان و ارمنستان که جدیدا سه کشتن بر جای گذاشته وزارت دفاع آذربایجان چهارشنبه 3 آگوست 2022 با انتشار بیانیه اعلام کرد که تشکیلات نظامی غیرقانونی ارمنستان با دست دادن به یک جنا... اقدام خرابکارانه موجب مرگ یکی از سربازان این کشور شد و آتش میان دو کشور را نقض کرده به گزارش خبرگزاری رویترز دولت آذربایجان همچنین مدعی شد که نیروهای نظامی این کشور تلاش ارمنستان به منظور تصرف یک تپه که در حال حاضر تحت کنترل نیروهای روس هست رو خونسا کرده شبکه خبری ABC نیز از قول مقام های نظامی قرباغ نوشت حمله های پهبادی آذربایجان به کشته شدن دو سرباز ارمنی تبار منجر شد و 14 تن دیگر را نیز زخمی کرده همزمان وزارت خارجه ارمنستان ادعا کرده که نیروهای تحت فرمان آذربایجان با حمله به مناطق تحت کنترل نیروهای حافظ صلح آتش بس میان دو کشور رو نقض کرد اون بالا هم الان منتظر باشیم که چه اتفاقاتی میخواد بیفته آقای ببخشید بله آقای نیکل پاشینیان نخست وزیر ارمنستان و وزارت خارجه آن کشور خواستار چاره جامعه بین الملل و جلوگیری از رفتارها و اقدامات تهاجمی آذربایجان شده. روسیه نیز در واکنش به ادعای طرفین گفته اوضاع مناطق تحت کنترل نیروهای حافظ سر هر لحظه متشنج‌تر میشه. به گزارش روزنامه اورشلیم پست وزارت دفاع روسیه همچنین با انتشار بیانیه در روز سهشنبه اعلام کرد که نیروهای آذربایجان طی 24 ساعت گذشته سه مرتبه آتش موجود میان دو کشور را نقض کرد. قطعا انقدر باوش با هستید که میدونید برای حمله نهایی روسیه داره فضا رو که میتونه ملتهب تر میکنه نگاه ها باید به 65 جهت مختلف باشه تعداد جنگ ها درگیری باید بالا بره حساسیت ها باید بالا بره کشت و کشت ها بالاتر بره که حالا دیدید یکی دی دی حالا کی بره اون جمع کنه کی بره چین رو جمع کنه حالا اوکراین رو چی کارش کنی؟ و هزار یک اتفاق دیگه اما اتفاقی که چهار ستون تن منم لرزوند این اتفاق وحشتناک بودش که چین پنج موشک در منطقه تجارت آزاد ژاپن شلیک کرده رئیس دفاع وزیر دفاع ژاپن گفته توبوکیشی وزیر دفاع ژاپن به خبرنگاران گفت به نظر میرسه پنج موشک بالستیک که روز پنجشنبه چین شلیک کرده در منطقه انحصاری اقتصادی ژاپن فرود اومده شما حساب کنید اون طرف خیابون در آذربایجان و ارمنستان یه دونه سرباز مرده یه دوتا پهباد اومده جنگ شروع شده این طرف پنج موشک بالستیک آقای کیشی در یک کنفرانس خبری در وزارت دفاع گفت این اولین باره که موشک چینی به منطقه انحصاری اقتصادی ژاپن سقوط میکنه و گفت ما این موضوع سنگین را که امنیت ملی ژاپن و امنیت مردم اون را درگیر میکنه به شدت محکوم میکنه ژاپن نه پرتاب رو در مجموع از حدود ساعت سه بعد از ظهر تا بعد از چهار بعد از ظهر تایید کرده این ها در جریان تمرینات نظامی نظامی شلیک مستقیم توسط چین در اطراف تایوان بعد از سفر نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان پرتاب شده همون سفری که چقدر زیبا پرزنت ترامپ گفت آقا به تو چه ربطی داشت آخه تو گفت نانسی دیوانه دست به هر چیزی که میزنه فقط خراب میکنه اوزار همون اتفاق انجام شد ارتش آزادی بخش خلق چین در حال انجام مانورهای هوایی دریایی در شش نقطه شامل مناطقی در 60 کیلومتری جزایر هاتروما و یوناگونی در استان اوکیناوا در منطقه انحصار اقتصادی ژاپن پکن همچنان شکایت ژاپن رو بگم البته رد کرده شکایت وارد ندونسته نزدیک تایوان بوده دو ولی در خاک ژاپنی موشکها فرود اومده عجیب هم ازشون به حال عکس ماهواره همه چی گویاست اما هووا چونیینگ سخنگوی وزارت امور خارجه روز چهارشنبه به خبرنگارا گفت از اونجا که چین و ژاپن هنوز تهدید دریایی در آبهای مربوطه انجام ندادن چین این منطقه آزاد منطقه انحصاری تجاری رو خیلی به رسمیت نمیشناسه کیشی اما این مانوفا رو بسیار قهری خواند وزیر دفاع ژاپن گفت ژاپن تمام تلاش خودش رو برای جمعآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات و حفظ هوشیاری و نظارت انجام خواهد داد تاکه اموری معاون وزیر امور خارجه ژاپن در تماس تلفنی با سفیر چین کنگ جوانیو نسبت به پرتاپا اعتراض کرد و خواستار توقف فوری این رزمایش شد فرود موشک های چینی در منطقه ای ایزد ژاپن این دیدگاه رو به در ترکیه تقویت میکنه که بحران در تایوان میتونه به یک بحران بزرگ برای ژاپن هم تبدیل بشه گرچه که حالا کشور دیگه اون منطقه هم همشون میدونن که آقا اگر تایوان رو بگیره فیلیپین هم اون بغل دستش رو درست کنه گرفته کشور دیگر هم میتونه راحتی بگیره و باید ببینیم که آیا این پنج موشک که شلیک شده در خاک ژاپن آیا دلیلی موجه برای شروع یک جنگی همه جانبه بین این کشور با چین هست یا نه ممکنه بگن حالا پنج تا زده اشکالی نداره اگه شیشتا تا زد پدرشو در می آوردی. اما ممنونم که اخبار 24 ساعت گذشته رو با من فراد متقی دنبال کردید امیدوارم که این اخبار انتخابش نحوه ارائه و تصاویرش مورد پسند و رضایتتون قرار گرفته باشه اگه اینطور هست ممنون میشم ویدیو رو لایک بزنید در فضای مجازی به اشتراک بگذارید و اگر هم که تالا در کانال سابسکرایب نکردید لطفا سابسکرایب کنید که هر موقع ویدیو داریم برای شما یک نوتیفیکشن بیاد لطف میکنید اگر که کانال رو به بقیه دوستان و آشنایتون هم معرفی کنید تا اون هم سابسکرایب کنند بتونیم جمع بزرگتری رو در کنار هم تشکیل بدیم خوب و خوش و سلامت باشید تا درود دیگر بدرود و خدا نگهدار